تب خوندهنده یا بیماری کنگو با گرم شدن هوا نگرانی مسئولان بیمارستان مرکزی هرات را در پی داشته است. در سال گذشته این بیماری جان 24 تن را گرفت. مسئولان در هرات میگویند از شروع سال تا کنون 2 تن مبتلا به این بیماری شدند. از سوی هم شهروندان در غرب افغانستان از اینکه در این حوزه تنها 1 مرکز درمانی بیماری کنگو وجود دارد انتقاد میکنند. به این گزارش توجه کنید. بارش اندک باران در زمستان سال پار اکنون زنگ هشدار را در پیوند به افزایش بیماری تب خوندهنده در ولایت اوزه غرب کشور به صدا آورده است. آنگونه که مسئولان بیمارستان هرات میگویند در جریان سال گذشته این بیماری ساری 24 تن را به کام مرگ کشانده است و در آغاز ماه عمل سال روان تا کنون 2 مورد در بیمارستان هرات به ثبت رسیده است. در حالی که سال گذشته در اواسط ماه ثور 1 مورد در این مرکز درمانی به ثبت رسیده بود. تب خوندهنده یا هم کریمن کانگو هموراژیک فیور امسال نسبت به سالهای گذشته چون هوا گرم خشکسالی امسال زودتر شروع شده. ما اولین واقع در سال گذشته به تاریخ 6 ثور داشتیم. یک منبع که نخواست نامش فاش شود میگوید در کمتر از 15 روز گذشته بیماری تب خوندهنده جان 2 تن را در غرب افغانستان گرفته است. مسئولان بیمارستان هرات در حالی از احتمال افزایش این بیماری نگران هستند که تنها در غرب افغانستان 1 مرکز درمانی تب خوندهنده وجود دارد. امکان نداریم، مثلا خواسته از دولت داریم که مثلا دکتر بیاره، کلینیک بیاره، مریضان رسیدگی شود. اما چون از راه دور ورزش میادیم اینجا که نتیجه درد گرفتن و ما او چیزی گفتن که این شاید هم که کنه داده باشه، اما ما از دولت این تقاضا داریم که و ما دکتر همکاری بکنه. از سوی هم افرادی که به بیماری تب خوندهنده گرفتار میشوند 50% چانس زنده ماندنشان را از دست میدهند. پرستاران تاکید دارند بیماری تب خوندهنده یا کانگو بیشتر در روستاها و مناطقی که در آن ایوانات چون گاو، گوسفند و بوز نگهداری می شود به وجود می آید. آنان تاکید دارند برای پیشگیری از این بیماری همه افراد باید محیط زیستشان را پاک نگه دارند. متوجه خونه باشند بیشترن کسایی که در معرض حساب گوسفند اینا قرار دارن، حساب شکل مالداری یا که به گوشت اینا سرکار دارن متوجه نباشند. اونا رو دیر مراجعه کنن سبب مرگ و حساب مرگ میرینا بشه. حساسیت نسبت به بیماری تب خوندهنده به حدی بالاست که یک بخش مخصوص برای آن ساخته شده و حتی افراد به راحتی نمیتوانند که به سراغ این بیماران بروند. پزشکان تاکید میکنند که همه شهروندان باید به شدت متوجه این بیماری باشند و در اماکنی که ممکن است به این بیماری مبتلا شوند هرگز نروند. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، بیمارستان هرات.